علوی در سال 78 در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و با حکم رازیدی تبرئه شده بود. روز جمعه ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی و گروهی از اعضای بلندپایه این حزب در شهر اصفهان بازداشت شدند. علت این دستگیری از سوی ماموران امنیتی اقامه نماز جمعه عنوان شده است. هنرمندان از سوی خبرگزاری فارس تهدید شدند. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران با انتشار خبری سینماگران حامی مدیرعامل خانه سینما را تهدید کرد. فارس مدعی شد که مقامی مسئول گفته است امضا کنندگان بیانیه خانه سینما به دقت زیر ذره‌بین می روند. این خبرگزاری طبق روال همیشگی خود تنها به عنوان مقام مسئول بسنده کرد و هیچ نام و عنوانی از منبع این خبر ذکر نکرد. فارس خبر خود را این گونه ادامه داد: ما اتفاقا از این بیانیه ها استقبال می کنیم و اسامی را به دقت مورد توجه قرار می دهیم. برای ما اهمیت دارد که بتوانیم سربازان جنگ نرم در جبهه دشمن و عوامل نفوذی را شناسایی کنیم و در فعالیت‌های آتیمان به دقت این موضوع را مورد نظر قرار دهیم. فارس در ادامه خبر خود به نقل از خبرنگار هنر نیوز و زبان همان مقام مسئول مدعی شد که برخی از افراد به اجبار و یا به بهانه‌های دیگر این بیانیه را امضا کردند. یادآور می شود فارس با ذکر این خبر در حالی قصد داشت هنرمندان را از امضای این بیانیه بترساند که تاکنون تعداد زیادی از هنرمندان به جمع امضا کنندگان اضافه شدند. بازار طلافروشان اردبیل با گذشت دو هفته کماکان در اعتصاب به سر می برد. با وجود هشدارهای مکرر مقامات قضایی، امنیتی و سیاسی کشور در مورد ادامه اعتصابات بازاریان و در حالی که برخی مقامات صنف طلافروشان از توافق ضمنی و مشروط با دولت خبر داده بودند، آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که بازار طلافروشان اردبیل در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده از 14 روز قبل کماکان در اعتصاب به سر می‌برد. این در حالی است که بازارهای طلا و ساعت تهران و عراق و قزوین و مشهد نیز در حالت نیمه تعطیل و نیمه وقت به کارهای خود می‌پردازند. به گزارش نشریه آوای اردبیل، روز آغازین اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده در اردبیل، اعتراض صنفی طلافروشان این شهر در مورد نحوه اعمال 3% مالیات را به همراه داشت. صنف طلافروشان اردبیل از اولین روز مهر ماه ترجیح دادند تا کرکره‌های مغازه‌ها را به نشانه اعتراض بالا نبرند و بازار طلافروشان اردبیل تا 14 روز از مهر ماه بیرون‌رخترین بازار اردبیل شود. قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافت مالیاتی است 3% که بر اساس ماده 18 قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر 89 شروع و 12 گروه جدید مانند صنف طلافروشان، آهن فروشان، بنگاه معاملات ملکی، دفتر اسناد، دفتر پلیس و علاوه 10 و خدمات الکترونیک، نمایشگاهدار، هتل، موتل و هتل آپارتمان زیر 3 ستاره، واحد تجاری 50 آمپر به بالا و برق سفاز صنعتی، چاپخانه داران، سینما و تماشاخانه، مکانهای ورزشی و تفریحی را شامل می شود. علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی معتقد است که طلافروشان از شفاف شدن درآمدهایشان می ترسند. وی از عزم دولت بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و در پاسخ به اعتراضهای صنف طلافروشان اعلام کرد: من به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستم و هیچ توجیهی برای عقب نشینی از قانون وجود ندارد. رئیس سازمان مالیاتی درباره دلیل واقعی اعتراض طلافروشان گفت: صنف طلافروشان با توجه به اینکه نسبت به سایر اصناف سود بالاتری دارند، قانون مالیات را از خود مسئولان سازمان مالیاتی نیز بهتر می‌دانند و مشکل عدم اطلاع نیست، بلکه ترس از شفاف شدن درآمدها دارند. این برای دومین بار در سال جاری است که اصناف درباره چگونگی پرداخت مالیات به دولت دست به اعتراض می‌زنند. در تیر ماه هم برخی اصناف مغازه‌های خود را به نشانه نارضایتی از افزایش مالیات‌ها به حالت نیمه تعطیل درآوردند که در نهایت توافق مالیاتی بین دولت و مجلس و با تعدیل میزان مالیات‌ها به وجود آمد. سال 87 هم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بروز اعتراض‌هایی به خصوص از سوی صنف طلافروشان منجر شد که دولت اجرای این قانون را تا مهر ماه امسال به تعویق انداخت. اما اجرای این قانون از اول مهر ماه امسال باز هم به بروز اعتراض میان صنف طلافروشان منجر شده است. طی روزهای گذشته دادستان تهران، برخی نمایندگان مجلس و همچنین برخی مقامات انتظامی و امنیتی در مورد ادامه اعتصابات طلافروشان و همچنین مخلان نظم بازار کشور و برخورد با آنان هشدار داده بودند.
رئیس اتحادیه آهن فروشان کشور گفت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را به تأخیر بیاندازید. رئیس اتحادیه آهن فروشان کشور گفت مکاتباتی با رئیس قوه مجریه، رئیس مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم تا بتوانیم به یک راهکار مطلوب و مناسب در جهت حل و فصل انتقادات اعضای صنف آهن فروشان کشور نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دست یابیم. به گزارش ایلنا، محمد آزاد در رابطه با وضعیت تعطیلی برخی از مغازه‌های آهن فروشی کشور که در انتقاد به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته بود گفت بازار آهن در کلیه نقاط کشور فعالیت خود را از سر گرفته و تعطیلی که در برخی استان‌های کشور وجود داشت نیز حل و فصل شده است. وی با بیان اینکه ما به اعضای اتحادیه آهن فروشان کشور قول داده ایم تا در رابطه با چند و چون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با مسئولان معاونت مربوطه آن مذاکرات داشته باشیم اظهار داشت هفته آینده نشستی را برای بررسی راهکارهای رسیدگی به مطالبات اعضای صنف برگزار می‌کنیم و نتیجه آن را به تمامی اعضا اعلام خواهیم کرد. رئیس اتحادیه آهن فروشان کشور اظهار داشت در لزوم اجرای مالیات بر ارزش افزوده شکی نیست، اما بهتر است اجرای این قانون مدتی به تأخیر بیفتد تا راهکار روان شدن آن مشخص شود. نرخ تورم صعودی شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در شهریور ماه سال جاری از 8.8% به 8.9% افزایش یافته است. به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 1383 برابر با 100 شامل 359 قلم کالا و خدمت در شهریور ماه 89 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در شهریور ماه 89 نسبت به ماه قبل 0.8% افزایش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص مذکور 10% رشد داشته است. همچنین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به شهریور ماه 89 نسبت به 12 ماه منتهی به شهریور 88 معادل 8.9% است. این در حالی است که نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر و مرداد امسال به ترتیب 9.1% و 8.8% بوده است. در این حال نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 10.4%، در اردیبهشت ماه 9.9% و در خرداد ماه 9.4% گزارش شده است. به عبارت دیگر روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری برای نخستین بار در شهریور ماه متوقف و این نرخ از 8.8% به 8.9% افزایش یافته است. بر همین اساس پیشبینی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر نرخ تورم 7% در پایان شهریور ماه در صورت عدم اجرای هدفمندی یارانه ها تا مهر ماه نیز درست از آب در نیامده است. البته به نظر می رسد با آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور نرخ تورم حداقل بیش از 11% افزایش یابد. یک کارشناس اقتصادی گفت بیشتر واگذاری های اخیر از دولت به شبه دولتی ها بوده است. یک کارشناس اقتصادی گفت به جز واگذاری سهام عدالت و برخی واگذاری های دیگر اکثر واگذاری های اخیر در راستای اصل 44 قانون اساسی از دولت به شبه دولتی ها بوده یا برای رد دیون دولت انجام شده است. به گزارش ایسنا، محمد نقی‌زاده با بیان اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی تنها بخشی از اجرای اصل 44 قانون اساسی است که البته به طور کامل و دقیق هم صورت نمی‌گیرد ابراز کرد. به عنوان مثال بازرگانی پتروشیمی با نام MPC فعالیت دارد و برند ایران در زمینه پتروشیمی است. این برند تنها به یک شرکت واگذار شد در حالی که می‌توانستیم با واگذاری این شرکت به بخش‌های مختلف صادرات کشور را توسعه دهیم. این استاد دانشگاه تصریح کرد بستر مناسب برای حضور مردم در عرصه اقتصادی یعنی فراهم کردن فضای کسب و کار مناسب، در حالی که برخی فکر می‌کنند همه اصل 44 گرفتن تمام صرفت از دولت و دادن آن به مردم است یا واگذاری بانگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. نقی‌زاده ادامه داد دنیا به سمت خصوصی سازی رفته است و ما باید برای جبران این عقب ماندگی به سرعت مشکلاتمان را برطرف کنیم.